ایالات متحده آمریکا می‌خواهد تحت رهبری جو بایدن رئیس جمهور جدید در آینده تقریباً 9 برابر پناهجوی بیشتر را در مقایسه با حکومت دونالد ترامپ بپذیرد. در دوره ریاست جمهوری ترامپ حد نهایی پذیرش سالانه پناهجویان 15,000 تن بود. حکومت ترامپ در نهایت سالانه 15,000 پناهجو را می‌پذیرفت. اما جو بایدن رئیس جمهور جدید دیروز پنجشنبه اعلام کرد که این رقم به 125,000 تن در سال افزایش پیدا می کند. این مصوبه از ماه اکتبر امسال به اجرا در می آید. جو بایدن در سخنرانی دیروزش با اشاره به سنت پذیرش پناهجویان در ایالات متحده گفت با سازی آنچه که شدیداً آسیب دیده است کار دشواری است و زمان می برد. او به وزارت امور خارجه کشورش دستور داد در این مورد با کنگره مذاکره کند تا هرچی زودتر برنامه پذیرش پناهجویان بیشتر در این کشور آغاز شود. ترامپ چندین بار حد بالای میزان پذیرش پناهجویان را پایین آورد که اخیراً به 15,000 تن رسیده بود. این کمترین تعداد از زمان اجرای برنامه پذیرش پناهجویان در سال 1980 به شمار می رود. قبل از دوره ریاست جمهوری ترامپ در سال 2016 این رقم تقریباً 85,000 تن تعیین شده بود. بایدن در ادامه گفت برنامه پذیرش پناهجویان سالهای متمادی از جانب هر دو حزب بزرگ حمایت شده است. جو بایدن رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا گفت ایالات متحده آمریکا افتخار می کند که به افرادی که از خشونت یا آزار و اذیت فرار می کنند آزادی و پناهگاه امن ارائه می کند. حکومت ترامپ پذیرش پناهجویان را بر اساس برنامه های سازمان ملل نیز رد می کرد.